قلب زنده. الله تعالی فرمود آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده ساختیم و برای او نور پیدا کردیم که با آن در میان مردمان می رود. مانند کسی باشد که صفتش این است که در تاریکی هاست و از آن بیرون آینده نیست. همچنین آنچه کافران می کردن در نظرشان آراسته کرده شده است. الله سبحانه و تعالی از شخص کافر مثال می آورد که در ظلمات و گمراهی زندگی می کرد. پس او را الله تعالی زنده کرد و به او نور عطا کرد که بین مردم می گشت. و معنای زنده کرد در این آیت یعنی قلبش را بعد از آن که مرده بود زنده کرد. پس قلبها دو نوع هستند. یکم قلب زنده، دوم قلب مرده. پس معنای مردن قلب چیست؟ قلب چیزی است که الله تعالی آن را برای شناخت حق و عمل کردن به آن خلق کرده است. و اگر قلب حق را نشناسد و به آن عمل نکند، پس از وظیفه که داشت بیرون گردد. وظیفه که برای آن خلق شده بود، پس او به مثل یک عضو مرده است که از آن هیچ خیری نیست. بنابراین الله سبحانه و تعالی بین آنی که حق را شناخته ایمان می آورد و آنی که حق را قبول نکرده رویگردان می شود، قلب اول را قلب زنده و قلب دوم را قلب مرده نامید. الله سبحانه و تعالی فرمود پس بر الله توکل بکن و درستی که تو بر دین راستی روشن استی. به تحقیق تو آواز را به مردگان شنوانیده نمی توانی و به کاران وقتی که آنها پشت داده روی بگردانند شنوانیده نمی توانی و تو برای کوران راه نماینده نیستی تا از گمراهی خش باز آیند. تو نمی شنوانی مگر کسی را که به آیتهای ما ایمان آورده است. پس این جماعه گردن نهادگانند. سوره نمل آیت 79-81. اکنون قلب چی طور می میرد؟ قلب چی طور زنده می گردد؟ الله سبحانه و تعالی فرمود و او آن پروردگاری است که برای شما شنوایی و بینایی و قلبها را بیافرید. اندک شکرگزاری میکنید. سوره مؤمنان آیت 78. و اینها همه حق را میشناسند و سید آنها قلب است. هر آینه الله سبحانه و تعالی به انسان شنوایی، بینایی و قلب را عطا کرد تا پروردگارش را بشناسد و تنها او را عبادت کرده و او چیزی را شریک نآورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کودک نوزادی که تولد می شود در فطرت تولد می شود، یعنی در اسلام. پس پدر و مادرش او را یهودی، نصرانی یا مجوسی می کنند. مانند چارپایان که فرزند خود را تولد می کنند، آیا در میان آنها گوش بریده می بینی؟ حدیث با روایت امام بخاری. و در بین مردم انسان های هستند که قلب زنده و بینا دارند. آنها پروردگارشان را شناختند و بر او ایمان آوردند. پیروی حق شدند که آن را نادل کرده است. و بین مردم انسان های هستند که الله را شناخته ایمان آوردند و پیروی هوا و هوس نشدند. پس الله تعالی قلبشان را زنده گردانده با آن حیات و نور را عطا فرمود. و از آن انسان های هستند که حق را انکار کرده روی می گردانند. قلب های آنها می میرد. پس قلب آنها در ظلمات و تاریکی است که از آن بیرون شده نمی توانند. و اصل حیات قلب این است که در آن معبود به جز الله یگانه وجود نداشته باشد. و بزرگترین سبب مرگ قلب این است که بنده به پروردگارش کافر گردد و یا به او چیزی را شریک آورد. بنابراین آن شخصی که قلبش مرده است گوشش حق را نمی شنود و چشمانش کور گشته است که حق را نمی بیند. اما قلبهای زنده گوناگون هستند که الله سبحانه و تعالی آن نور را به قلبهای بندگان نازل می کند. الله روح را وحی می کند که به آن قلب زنده می گردد و نور می دهد که حق را از باطل جدا می کند. الله سبحانه و تعالی فرمود و همچنین قرآن را از کلام خود به سوی تو وحی فرستادیم. تو نمی دانستی که کتاب چیست و نمی دانستی که ایمان چیست، ولیکن وحی را رفشنی ساختیم. هر کی را می خواهیم از بندگان هدایت می نماییم.
سوره شورا آیت 52. بنابراین هر بنده ای که وحی الهی را قبول دارد، قلب زنده، حیات بزرگ و نعمت های آن را نائل می گردد. و بنده ای که چقدر از قبول وحی الهی دور گردد، همانقدر حیاتش ضعیف گشته، بینائیش سوس می گردد. الله سبحانه و تعالی فرمود: ای مؤمنان، چون الله و رسول شما را برای آنچه که شما را زنده دل می سازد بخوانند، آن خواندن را قبول کنید و بدانید که الله در میان مرد و قلب او حائل می شود، یعنی عظمت او را به اثر می کند، و بدانید که به سوی او برانگیخته خواهد شد. سوره انفال آیه 24.